عزیزان سلام، سلام و درود فراوان خدمت شما، شمایی که بسیار بسیار با ارزشید. از اینکه در کنار شما هستیم بسیار مسرور و خوشحال هستیم. امیدواریم که بتونیم کمکی برای شما باشیم، وجود ما گرمی بخش دلهای خوب شما باشه. امیدوارم که لذت ببرید از این برنامه. بچه ها، ما توی اوج در اصل مباحث فیزیک هستیم. میدونید که فیزیک 11 جزء فیزیکای بسیار با ارزشه، بنابراین هر چقدر شما زمان براش بذارید، مثالهای خوبی ازش کار بکنید، تستای خوبی بزنید، قدرت و توان خودتون رو نشون بدید و استفاده بیشتری که ببرید، مطمئناً موفقیتتون بیشتر و بهتر و مطمئن‌تره. امیدوارم که از این برنامه‌هایی که براتون تهیه شده و دوستان عزیز خیلی زحمت کشیدن برای تولید این برنامه‌ها و ازشون واقعاً جای تشکر داره ما انجام بدیم، شما هم لذت کافی و استفاده کافی رو برده باشید. درود بر شما عزیزانم. دوستای عزیزم، در ادامه بحث مدارهای الکتریکی هستیم. براتون تعدادی مثال از رابطه هایی که دما با مقاومت داره که گفتم رابطه دما با مقاومت فقط مخصوص رشته ریاضیه و این مقاومت های در اصل ترکیبی که اونم جز رشته های ریاضی هست. پس اینایی که الان شما میبینید بیشترشون مربوط به رشته ریاضی هستن که با هم دیگه مشاهده میکنید. میگه مقاومت یک سیم مسی در دمای 20 درجه، این دمای اولیه مونه، تتا یک 40 اوهمه، پس این آر یک مونه، بر اثر عبور جریان دمای رسانه افزایش یافته و مقاومتش میرسه آر دو به این مقدار. دمای این سیم یعنی تتا دو چقدره؟ آلفا ضریب دمایی هم داده. خب داشتیم آر دو آر یک، یک به علاوه آلفا دلتا تتا، درسته بچه ها؟ آر دو رو داریم چند؟ 46.8، آر یک رو داریم 40، یک به علاوه آلفا رو هم داریم 68 ده هزارم، دلتا تتا. بله خب میتونیم ضرب کنیم، پس میشه 46.8 مساوی با 40 به علاوه 40 در 68 ده هزارم دلتا تتا. خب این 40 میاریم این ور، میشه چقدر بچه ها؟ بله 6.8 کم میکنیم، مساوی با 40 ضرب در 68 ده هزارم دلتا تتا. خب چیکار کنیم؟ عدد معلوم تقسیم بر ضریب عدد مجهول، دلتا تتامون رو به دست میاریم، میشه 6.8 به 40 ضرب در 68 ده هزارم. خب اینو که میشه با این زد، این 1 2 3 رقم، بله این در میاد چند؟ 1000. 1000 هم به 40 میشه چقدر بچه ها؟ میشه 100 به 4 25. حتی تغییرات دمون 25 درجه. تغییرات دما رو میتونیم بگیم تتا دو منهای تتا یک، شده 25. تتا دو رو میخوایم، تتا یکمون هم 20 بوده بچه ها، پس مساوی 25، از اینجا تتا دومون میشه 45، گزینه 4مون میشه. خب سوال بعدی رو عزیزانم نگاه کنید. ترمیستور از جای خالی ساخته شده و به تغییرات جای خالی واکنش سری نشان میدن. یک نیمیرسانه، ما ترمیستور گفتیم جز نیمیرسانه ها بودن که به دما از خودشون واکنش نشون میدن، پس یک نیمیرسانه هاست که به دما از خودش واکنش نشون میده. فقط یادمون باشه که اینها نیمیرسانه ها با افزایش دما مقاومتشون کاهش پیدا میکنه، برعکس رسانه های فلزی که با افزایش دما مقاومتشون زیاد میشه، مثل سیلیسیوم و جرمانیوم. خب دوباره از مقاومت های ترکیبی داده، میگه مقاومت شکل اول چند برابر مقاومت شکل دومه. از این مقاومت های ترکیبیه. ما اینجا چی کار میکردیم بچه ها؟ گفتیم رنگ اول رقم اول، آبی رو چند داده؟ آبی رو داده 6، قرمز عدد دوم رو داده 2 میذارم، ضرب داره 10 مبناش سیاه 0، پس میشه 62. رنگ اول رقم اول، رنگ دوم رقم دوم، رنگ سوم توان مبنای دهه. بریم سراغ دومی، این الان آر یک شد.
این آره یک. آره دو رو ببینیم. قهوه‌ای یک، جلوش سیاه صفر، ضرب در قرمز هم در به توان دو. چند میشه بچه ها؟ بله 1000. خب مقاومت این چند برابره؟ آر یک به آر دو میشه 62000. گزینه یکش میشه. بله این هم سوال خیلی خوبی بود. از یک مقاومت 5 اوهمی آر داده بچه ها، جریان ثابتی میده، در نتیجه 200 کولون یعنی دلتا کیومون یا کیومون رو نشون داده. اگر انرژی گرمایی تولید شده، انرژی الکتریکی به چی تبدیل میشه؟ به گرما دیگه، تبدیل یک رسانای فلزی اگه مقاومت داشته باشه میتونه به گرما تبدیل میشه. این همون دلتا یومونه یا یومونه. زمان عبور خواسته دلتا تی. خب رابطه همون چیا بود؟ یکی دلتا یو یا یو، من دیگه همه رو دلتا نمیذارم ببخشید، یو میشه وی ضرب در کیو. یکی دیگه یو مساوی بود با آر آی دو تی. یکی دیگه یو برابر بود وی دو آروم ضرب در تی. یکی دیگه هم داشتیم وی آی تی. خب ما مقاومت رو داریم، بار الکتریکی رو هم داریم، انرژی گرمایی رو هم داریم. کدوم بریم؟ انرژی رو داریم، گرما رو بارم داریم، درسته؟ از اینجا میتونیم وی رو پیدا بکنیم. پس یومون رو میذاریم چند؟ 4000. وی اختلاف پتانسیل، کیومون هم میذاریم 200 کولون، تبدیل هم نمیخواد. پس ویمون از اینجا میشه 20 ولت. خب از کدوم بریم راحت تره؟ بله این خیلی راحت تره، یو دوباره 4000. باز دوباره این ترکیبی واسه همینه ها، 4000 ویمون 20. آیا نداریم؟ آیا بله لازم داشتیم؟ آیا نداریم؟ خب مقاومت رو داریم، پس میتونیم پیدا کنیم. آر برابر بود با وی به آی. بذار من اینو بنویسم. خب آرمون 5 اوهمه، ویمون 20، پس آیمون به دست میاد میشه 4. خوب شد، اینم 4. بله ضرب در تی. خب این 4 با 4000 میره میشه 1000 تقسیم بر 20. بله تیمون میشه 50 ثانیه. بله درسته، 50 ثانیه گزینه 4 میشه. خب این سوال خوبی بود، یه ترکیبی، یه شناختی از رابطه های مربوط به انرژی الکتریکی بود. شما میتونید باز از رابطه های دیگه استفاده کنید، شاید راهش از این کوتاه‌تر هم بشه. میریم ادامه برنامه، باز مثال های دیگه ای که براتون انتخاب کردیم و ببینیم. دوستای عزیزم مثال های انتخاب شده براتون رو نمایش میدم، انشالله لذت ببرید. میگه نمودار تغییرات آی بر حسب وی برای یک دیود کدوم است؟ دیود یادتون باشه یک مقاومت غیر اوهمیه، بنابراین نمودار آی بر حسب ویش دیگه تابع خط نیست، یه تابع منحنی میشه. پس فقط گزینه 4 میتونه باشه. مقاومت هایی که با افزایش شدت نور مقاومتشون، ما گفتیم مقاومت های LDR با شدت نور کار میکنن، مقاومت های نوری بودن، شدت نسبت به شدت نور حساسن. LED ها برعکس بود، از جنس دیود ها بودن، اونها جریان الکتریکی رو نور تولید، با جریان الکتریکی نور تولید میکرد. اما LDR ها با شدت نور کار میکردن، هرچه شدت نور کم میشد مقاومتشون زیاد میشد. پس اینا مقاومت های LDR هستن، با افزایش شدت نور مقاومتشون کاهش پیدا میکرد. بله گزینه 4 میشه. نمودار تغییرات وی آی، وی بر حسب آی دو سر یک مولد مطابق شکل است. نیروی محرکه بر حسب ولت و مقاومت درونی بر حسب اوم کدام است؟ گزینه هم که آوردیم، خب نگاه میکنیم، نیرو محرکه اون که اینه، رابطه مقاومت ولتاژ بود ای منهای آی آر. گفتم یکی از رابطه های بسیار مهمه که دوستای عزیزم باید اینو خوب یاد بگیرن. وی اختلاف پتانسیل دو سر مولد، اینجا داده 7. نیرو محرکه هم که گفتیم 12 است. منهای آی هم داده 4. آر رو پیدا میکنه. خب اینو میاریم اینور میشه 4 آر، اینم میبریم اینور میشه 5. پس آرمون میشه 5 چهارم، یعنی 1.25. خب پس فقط گزینه 4 میتونه باشه. نمودار وی بر حسب آی برای مولد مطابق شه کدام است؟ بچه ها یادتون باشه ما برای یه مولد که
نیروی محرکه و مقاومت درونی داشت، جریان همیشه از مثبت به منفی تو مداره، در مولد از منفی به مثبته. پس وقتی که این داره جریان وارد میشه، معلومه خودش یه مصرف کننده است. پس این مولد در اصل مثل این که داره شارژ میشه. نمودار این که جریان از این ور بود مطابق شکل قبل یه همچین شکلی بود بچه، اگه یه همچین مولدی داشته باشیم، یعنی جریان از قطب مثبتش خارج بشه. اما برای اینا که مصرف کننده هن دیگه شکل به صورت گزینه 3 خواهد بود، یعنی برعکس این میشه، چون داره در اصل مصرف کنه، به عنوان یک مصرف کنه است. به شکل بعدی میتونیم بگیم یک توان ورودی داره، یک ورودی داره این مولد ما، به جای اینکه خروجی داشته باشه ورودی داره، به جای اینکه تولید کنه مصرف میکنه. پس برعکس این حالت میشه، این برای یک مولده، این برای یک مصرف کننده است. و اما سال بعدی گفته سیمی به طول L و قطر D را در یک مدار در مدت تی گرمای کیو رو تولید میکنه اگر طول رسانا رو و قطرش رو نصف کنیم. خب داشتیم آر دو به آر یک، بچه با طول رابطه مستقیم، با قطر توان دوش نسبت عکس داریم. خب و در همان مدت در مدار قرار دهیم گرمای تولید شده، این مدت قرار دهیم گرمای تولید شده Q2 است. نسبت Q2 به Q1 کدام است؟ با فرض اینکه ولتاژ یا اختلاف پتانسیل ثابت. پس اول من اینو حساب کنم، طول نصف شده بچه R2 به R1. خب طول نصف شده میشه 1/2 L1 به L1. قطرم گفته چی شده؟ نصف شده. پس این نصف بشه میاد میشه 1/2 D1، اینم D1 به توان 2، این میاد میشه 2، میشه 4، 4 در 1/2، پس R2 به R1 میشه چقدر؟ یه 4 داریم یه 1/2 میشه 2 برابر. خب چون ولتاژ ثابته، توان مصرفی یادتون باشه V2 به R بود، این که ثابت، توان از اینجا نشون میده چون مقاومت 2 برابر شده، پس اینجا میگیریم که P2 نصف P1 شده، چون این دو برابر شده، دو برابر، پس این نصف میشه. از طرف دیگه گرما میشد کیو مساوی پی ضرب در تی، تی که ثابته، پس توان چون نصف شده گرما هم نصف میشه، گزینه 3 میشه. زمان ثابته، چون توان نصف شده گرما هم نصف میشه. بدین ترتیب یه رابطه توان و مقاومت رو اینجا ترکیب کردیم براتون، انتخاب کردیم، از تستای خوب در کنار شما هستیم، لذت میبریم از وجود شما، امیدوار هستیم که شما هم استفاده کافی رو ببرید. درود بر شما دوستای عزیزم. در بحثی که رسیدیم به توان الکتریکی و انرژی الکتریکی، در اون آخر براتون آوردم که توان مصرفی داریم در یک مدار که مقاومت ها به عنوان مصرف کننده در مدار هستن و مولد به عنوان توان تولید کننده. پس ما توی مدارهای الکتریکی یه توان تولیدی داریم که مولدها اونو ایجاد میکنن، یه توان مصرفی داریم که مقاومت ها در مدار. پس نقش مولد در مدار اینه که تولید کننده است، مقاومت ها در مدار مصرف کننده. اما هر باتری تمام انرژی که تولید میکنه رو به مدار نمیده، به خاطر اون مقاومت درونی یه بخشی از این توان یا انرژی الکتریکی تو خود مولد تلف میشه. بنابراین برای مولدهای واقعی ما همیشه یه توان تلف شده هم داریم. بریم با هم یه بار دیگه این مقاومت ها رو ببینیم و توان مولد رو هم یاد بگیریم. گفتیم توان الکتریکی یا توان مصرفیه که مربوط مقاومت هاست، یا آرایدو یا ودو آرام. پس آرایدو و ودو آرام یادتون باشه برای مصرف کننده ها به کار میره، مثل مقاومت، مثل لامپ، مثل اتو، مثل هر وسیله ای که انرژی الکتریکی رو مصرف میکنه. اما مولد به عنوان تولید کننده وقتی جریان از قطب منفی وارد و مثبت خارج میشه، اینو میگن مولد. اگه برعکس بود خودش میشه مصرف کننده، اون موقع ورودی داره، این ولی خروجی داره. خروجی یعنی اینکه از مثبتش جریان الکتریکی خارج میشه. یه همچین مولدی توان در از مفیدش میشه V ضرب در I. پس V ضرب در I توان مفید یک مولده،
توان مفید مولد رو چرا از این دوتا نمیریم؟ اینا چون مصرف کننده. ولی در نهایت مصرف کننده با مفید یکیه. مولد هر چی تولید میکنه یه بخشش تو خودش تلف میشه، بقیه رو که به صورت مفید میده به مدار، اون مقاومت ها اونو مصرفش میکنن. دوباره میگم مولد وقتی یه توانی تولید میکنه یه بخشی درون خودش تلف میشه، توان مفید رو وقتی میده به مدار، مقاومت ها مصرف کننده ها اونو مصرفش میکنن. بنابراین به نوعی میشه گفت توان مفید همان توان مصرفی مقاومت ها هم هست. توان مفید یک مولد، پس این اسمش توان مفیده، که یادتون باشه توان مصرفی مقاومت های مدار هم هست. وی ضرب در آیه، جای وی یادتون باشه گفتیم چی داشتیم؟ اختلاف پتانسیل ایمن های آی آر داشتیم. یادتون اختلاف پتانسیل دو سر مبر، جای وی اینو قرار بدید میشه ای آی من های آی دو آر. به این میگن توان تولیدی، به این میشه تلف شده در مولد، اینم که میشه مفید. اگر نمودار پی بر حسب آی رسم کنید، پی بر حسب آی درجه دو یه سهمی تشکیل میده. به ازای آی مساوی ای به دو آر، به ازای این جریان ای به دو آر که من محاسباتش رو برای شما انجام ندادم، توان مفید ما ماکسیموم میشه. به ازای این جریان نیروی محرکه به دو آر، آر مقاومت درونی. توان که این اتفاق میفته وقتی که مقاومت خارجی با مقاومت داخلی برابر باشه. پس اگه ما توی مداری مقاومت خارجی کل مدارمون با مقاومت داخلی مولد برابر باشه، توان مفید مولد بیشینه یا ماکسیمومه. اینم باز نمیدونم حالا ممکنه به عنوان سوال در بیاد. ببینید شما به ازای دو تا جریان آی1 و آی2 یه توان مفید دارید. میبینید چون سهمیه، به ازای دو تا جریان شما یه توان مفید دارید. اگه مولدمون نیرو محرکش ثابت باشه، مقاومت درونیش هم ثابت باشه بچه ها، پس مولدی با نیروی محرکه ثابت و مقاومت درونی ثابت طوری در مدار قرار بگیره که مقاومت از چی؟ از R1 به R2 برسه و توان مفید یا مصرفی تغییر نکنه، میتونیم این رابطه رو بنویسیم. پس این رابطه کی نوشته میشه؟ وقتی یک مولد با نیرو محرکه ثابت و مقاومت درونی ثابت در یک مداری قرار بگیره با دو تا مقاومت مختلف، ولی قید بشه که توان مفیدش ثابته، اون موقع رابطه بین اون دو تا مقاومت و مقاومت درونی به این شکل خواهد بود. بریم چند تا مثال براتون انتخاب کردیم که با هم دیگه حلش میکنیم. نمودار تغییرات توان مفید مولد بر حسب شدت جریان مطابق شکل از نیرو محرکه رو خواسته. خب شما توان مفید گفتی چی شد بچه ها؟ ای آی من های آی دو آر، این توان مفیده. خب اینجا به ما چی داده؟ پیو داده 5، ایو نداریم، آی هم داده 4، من های آی دو چی؟ آی دو مون 4 16 ضرب در آر، اینجا آر هم نداریم، پس مجبوریم آی رو حساب کنیم. یادتون باشه گفتم این آی، حواستون باشه گفتم این آی به ازای ای به دو آره، درسته بچه ها؟ پس من میتونم جای آر رو با آی عوض کنم. بیارید اینجا جاشو عوض بکنید، پس آر میشه ای به دو آی، آی مونم چند داده؟ 4، پس میشه به 8. یه بار دیگه جای آر رو آی عوض کنید، میشه آر مساوی ای به دو آی، آی مونم که داده 8، خب پس ای هشتم میشه، پس جای آر میتونیم ای هشتم بذاریم. پس می‌نویسم 5 مساوی 4 ای منهای 16 ضرب در اینم گفتیم ای هشتم. خب 8 و 16 ساده میشه، میشه 2 ای، 4 ای منهای 2 ای میشه 2 ای، 5 رو تقسیم بر 2 پس ایمون میشه 2.5 ولت. بله گزینه 3 میشه. این هم سوال قشنگی بود. و اما از توانای مصرفی هم براتون مثال انتخاب کردیم، گفته لامپی با مشخصات توانش رو داده، ولتاژش هم داده، به یک مولد 8 ولتی وصل میکنیم، پس وپریممون شده 8 ولت به جای 12 ولتی که روش زده،
به این میگن توان اسنی، به این میگن ولتاژ اسنی، اونی که ثبت میشه روی مصرف کننده. هر مصرف کننده مثل لامپ، مثل اتو یا هر وسیله، یکی توانش رو ثبت میکنن، یکی ولتاژی که میشه بهش وصل کرد. یعنی منظورشون اینه که اگر این لامپ رو با 12 ولت ما روشن کنیم، این توان مصرفیش میشه. اما ما اومدیم حالا اینو به یه منبع چند ولتی وصل کردیم، به جای 12 ولت 8 ولتی. میگه با فرض اینکه مقاومتش ثابت بمونه، توان لامپ چقدره؟ خب رابطه توان با مقاومت و ولتاژ این بود، این ثابته، خودش گفته. پس در دو حالت پپریم به پ ثانویه به اولیه میشه وپریم به و به توان دو، چون آر ثابته. پپریم رو پیدا میکنه، پمون شده چند؟ 36 بود. وپریممون 8 شده، ویمون چند بوده؟ 12 زده بوده روش به توان دو. خب این به 4 2، این به 4 3، میشه 4 نهم. پس پپریم به 36 میشه چند؟ 4 نهم. درسته این 9 رو با 36 بزنیم 4، 4 4 تا 16، پپریم میشه 16 وات، گزینه 1ش میشه. پس اگه یه وقت مقاومت ثابت بود، توان با ولتاژ به توان دو نسبت مستقیم داره. بعد مثال بعدی میگه یه لامپ دوباره ولتاژ رو داده، توانم داده، مدتم گفته 90 دقیقه، یعنی 1.5 ساعت، با اختلاف پتانسیل همون 220 ولت، یعنی 220 ولت که روش زده همون رو روشن کرده. پس توانش هم همینه، چون با همون ولتاژی که روش ثبت شده روشن شده. چند کیلووات ساعت انرژی؟ انرژی بود پی ضرب در تی. این اگه کیلووات باشه، اینم اگه ساعت باشه، این میشه کیلووات ساعت. خب چه توانی مصرف شده؟ چون همون ولتاژ داده همون توانو داریم، پس یومون میشه 2/10 کیلووات. 200 وات بوده میشه 2/10 کیلووات. چند ساعت کار کرده؟ 1.5 ساعت. خب 2 × 1.5 میشه 3، میشه 3/10 کیلووات ساعت، گزینه 1ش میشه. سوال خیلی قشنگی بود. و اما سوال بعدی گفته که یک مولد با مقاومت درونی 1 اوم، یعنی آر کوچیک رو داده 1 اوم، در مداری با مقاومت خارجی 4 اوم متصله. بازده این مولد، بازده مولد رو شما میتونید از نسبت وی به ای یا آر به آر به علاوه آر به دست بیارید. وی اختلاف پتانسیل دو سر مولد، این نیرو محرکه، یا مقاومت خارجی به مجموع مقاومت خارجی داخلی. این راه ساده تر راندمان. حالا اینو در ادامه میتونیم ثابت بکنیم که در از توان مفید ما، توان مفید ما آی آره، توان کل ما آی آره و علاوه آره، که این آیا ساده میشه، این به دست میاد. خب آرمون چند؟ 4، اونم که 4 به علاوه 1 میشه چقدر؟ 4/5 میشه 8/10، 80%. اینم در مورد مولدها بود و توانهای الکتریکی. دوستای عزیزم، سعیم برای اینه که مطالب رو خیلی تکراری ندم، نکاتی در بر داشته باشه، موضوعاتی در هر تست در بر داشته باشه که ما وقت شما و حوصله شما رو تلف نکنیم. انشالله که لذت کافی برده باشید. دوستای همراه، براتون تعدادی مثال انتخاب کردم، امیدوارم که در منزل با اون توانی که من از شما دیدم انشالله اینا رو حل بکنید و یه برآوردی از کارهایی که انجام دادید رو برای خودتون داشته باشید. البته این مثال ها صرفاً به خاطر این که ما ارتباطمون با شما قطع نشه، و الا میدونم شما خیلی بیشتر از اینا مثال انجام میدید و به این 4 تا تکلیفی که ما به شما میدیم بسنده نمی کنید. امیدوارم که لذت ببرید از این مثال هایی که براتون انتخاب شده. نمودار مقابل برای 2 مولد رسم شده، مقاومت درونی B چند برابر مقاومت درونی A است؟ 1 2 1/3 10.
اگر ولتاژ دو سر یک مقاومت الکتریکی را دو برابر کن، ولتاژ یعنی اختلاف پتانسیل، برای یک فاصله زمانی، یعنی زمان دلتا تی ثابته، بار الکتریکی عبوری و انرژی مصرفی به ترتیب از راست به چپ هر کدوم چند برابر میشه؟ دو و دو، دو و چهار، چهار و سه و چهار و چهار. سه، وات معادل کدام گزینه است؟ ولت در آمپر، ولت در ثانیه، ولت بر ثانیه، اوم در آمپر. با توجه به دو شکل زیر، دو تا شکل داده، یکی سطح مقطعش آ دومه، طولش اله، یکی سطح مقطعش آه، طولش سه دومه اله. اگر دو رسانه یک و دو به یک اختلاف پتانسیل ثابت وی وصل بشن، یعنی وی برای اختلاف پتانسیل برای هر دوشون یکی باشه، جریان آ1 و آ2 ازشون عبور میکنه. کدام رابطه برای این دو جریان صحیحه؟ آ1 چهار سوم آ2ه؟ بله. دو، آ2 چهار سوم آ1ه؟ سه، آ2 نصف آ1ه؟ چهار، آ1 نصف آ2ه؟ بله، با توجه به شکل باید مقاومت ها رو مقایسه کنید، چون اختلاف پتانسیل یکی از قانون اوم نسبت جریان ها رو مشخص کنید. پنج، کدام یکی از مقاومت های زیر از قانون اوم پیروی میکنن؟ دیود رئوستا، رئوستا LED، پتانسیومت LED، رئوستا سیم گرماده. شش، یک کتری برقی با ولتاژ 120 ولت در مدت 7 دقیقه دمای 500 گرم آب را 80 درجه افزایش می‌دهد. مقاومت الکتریکی این کتری با فرض ثابت بودن آن چند اوم است؟ سی آبم 4.2 کیلوجول بر کیلوگرم داده و گزینه ها 40، 30، 36، 48. یعنی شما یه بخشش مربوط به سال دهمتون میشه، کیو مساوی ام سی دلتا تتا، گرما رو حساب میکنین، گرما همون انرژی الکتریکی که به گرما تبدیل شده و از اونجا میتونید با توجه به مقادیری که داده شده مقاومت این به اصطلاح دستگاه گرماده یا اون کتری رو به دست بیارید. امیدوارم که با این تعداد مثال ها یه شروع خوبی داشته باشید برای ورود به این مباحثی که بسیار مهم هستن برای شما. درود بر شما.